فیلم جانی و توپول با نقش آفرینی همایون و شهناز تهرانی تو سال 1356 ساخته شده. فیلم راجع به جانی و جعفر توپوله، دو نفری که خیلی به هم شباهت دارن. یکی قاچاقچی هروئینه و اون یکی هم کارش اداره کافه است. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. قربان، گفتم اسم من مهدیه. من کیم؟ قرکی چی گفتم؟ یعنی که شما مهدی هستیم گلبان. مهدی دیگه. خب پس یه گلاس دیگه هم میخوریم. سلامتی خودمون که هرچی و هرچی میخواییم بشیم. چطوره؟ به سلامتی شما. ببین حالا گوش کن، فعلا یه مدتی استراحت میکنیم تا آبا از آسیاب بیافته و شروع میکنیم. باشا میکی، پس یه گیلاس دیگه بریز بخوریم و یه سیگارم پشتش دود کنیم و سلامتی. سلام خانم، فرمایشی داشتی؟ سلام، به تو پول بگو شام منو با یه خورده مشروب برام بیاره. چشم خانم، الان میگم براتون بیاره. فقط یه کمی زودتر، الان دیگه نوبتم میشه. چشم، همین الان. خدا دوز دارم، دوز دارم. خدا شما بودیم. سلام عرض میکنم. مرسی موقعت بروشی فعله تاپل جون تاپل دیوونه بوشی. تو معلوم هست چه چده؟ کجا رفتی؟ کجا قیمش اینجایی؟ فوری شام نازی خانمو با یه گیلاس مشروب براش ببر. من پیشان نفهمیدم. گفتم شام نازی خانمو با یه گیلاس مشروب براش ببر. بسته بیام. مگه تو منو نمیشناسی؟ چرا؟ گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. اگه یه دفعه دیگه این دری بری یا بگی و با یه مش بودنی خود میکنم. حالا برو سر کارشو به نازی خانومم ببر. با کی هستی تو پر؟ ببینم بری کنن؟ مکافات فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و بازی هنرمندانی مثل منوچهر وثوق، بهمن مفید و مهدی فخیمزاده است که تو سال 1352 ساخته شده. مرتضی از طلا خواستگاری میکنه، غافل از این که برادرش مجتبی هم عاشق طلا شده. مجتبی و مرتضی با صابر و برادرش اکبر جوشی درگیر میشن و بعد از زخمی شدن صابر، مجتبی خودشو به عنوان زارب معرفی میکنه و دستگیر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تلافیش از سرش در میارم. یه همچین نامردی بکنه و راحت بگرده. مگه میذارم بلایی به روزش بیارم که اینه های پوست و سخون بشه. یه اون بیفته گوش و حسرت بخوره، حسرت همه چی رو، حتی جنبیدم.
داستان فیلم جنوب شهر که تو سال 1337 ساخته شده، راجب زن جوونیه که بعد از مرگ همسرش برای گذران زندگی گارسون یک کافه پایین شهر شده. زن جوون اونجا مورد توجه دوتا جاهل قرار میگیره که از دیرباز با همدیگه رقابت داشته. وجود زن رقابت این دو نفر رو به مبارزه سخت تبدیل میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اون وقت رفت از بازار خوراکی بخره. من به خودم فکر میکردم خدا بزرگه، بالاخره یه راه جلو پام میذاره. تو فکر یه زندگی بی سر و صدا و راحت بودم. پاسبان خودت شاهدی. چیزی رو شاهدم، دزدی گرگیاتو. سرکار بیا اینو هاش خوب گیرش آوردن. بعد بروا خود رجب به حسابو نسیه داد. بر رجب اون رو در دکون رجب یا چیزی دزدیدی و زدی به چای. بفرما واردم. راست میگی جون خودت. سرکار به جون خود آبرو واسه معلومه واقعا 24 ساعت به مردم میگه آخه ما هم خواهر داریم مادر داریم. تو خواهر مادر داری؟ بله. مگه الان نمیخواستی من ببری تو خونه؟ به چونه شما سرکار دروغ میگه؟ یالا را بیا بره بیا را بیا بالا دروغ میگه این بد جنس متقلب همیشه مزاهم من پاسبان بازه به خدا دروغ میگه. دروغ کن مگه تو منو تو بازار ندیدی؟ حسوده هیچ بونی مردش رو سیلی بده نشه بره من نشه قد دست دهن لقه که اگه راستم بگی کسی باور نمیشه. از حرفاشون فهمیدم که اشرت سابقه درستی نداره. اون مردی که دست اشرت شکایت کرده بود و پاسبان آورده بود از دزدی های اشرت و از این که مردا رو تو کوچه جمع میکنه و اخلاق زنای نجیب. ممل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. ممل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن ممل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم ممل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. خوبه ولی یه خود این برای فکر دور بزن. فرمایشی بود آقا؟ فکر کردم اینجا سلمانی مردان است. اتفاق عجیبی. چطور اینجا؟ هیچی پنچر کردم. خودم که نمیتونم مشهورم برم منظر یه نفر رو بفرستم. یه نفر چیه؟ من خودم هستم. او نه خواهش میکنم آقای مهندس. به جون شما محال حرفشم نزنیم. بگیم باقیشم مال خودم. بگیم انعامت. جک داریم؟ بله. عجب کلکی. همین هستن که به نون آبی میرسن. نه من خر که دنده سطحی خود باز عوض کنم. چرا نیسته که مرتب باید که درد سر شما نشست؟ فکر میکنم اگه شما نبودی من چی کار میکردم؟ این اکسیدنت ها محبوب به شانس منه. او مای شانس. این چند فیلم هیاهو که تو سال 1353 ساخته شده، راجع به امیره که از هیاهو و ازدحام شهر به روستای پدر و مادرش اومده و قصد داره به نوجوانها سواد یاد بده. در این بین به دختری علاقه مند میشه، اما مشکل اینجاست که مادر دختر هم قصد داره نظر امیر رو به خودش جلب کنه. بخشایی از فیلم هیاهو رو با هم تماشا میکنیم. چی
ناراحتی؟ چرا ماتم گرفتی؟ چرا ساکتی؟ داشتم فکر میکردم. به چی؟ به هیچی. راستی ماما میدونی همین شب جمعه جشن تولد منه؟ میخوام یه جشن تولد حسابی بگیرم، همه دورم جمع بشن و بودنم رو احساس کنم. قراره برای بچه ها بیان شمال. تو از شلوغی خوشت میاد؟ تنهایی رو هم دوست ندارم. کجا میخوای بری ماما؟ قراره حمید بیاد دنبالم، بریم یه سر نوشهر. نهار منزله مهندس فرزاد، مهمونیم. پس چرا به من نگفتی؟ برای اینکه من میدونستم تو نمیایی. درسته؟ درسته ماما. مثل اینکه حمید اومد. خدافظ، زود برمیگردم.